تا حالا برات پیش اومده که رزین بریزی و کم بیاد یا خیلی زیاد بشه؟ تو این ویدیو قراره دو تا راه حل طلایی رو یاد بگیری که دیگه هیچ وقت این مشکل برات پیش نیاد. سلام دوستای خوبم. یکی از چالش‌هایی که هر هنرمند رزین کار باهاش مواجه میشه، تخمین دقیق میزان رزین و هاردنریه که برای هر پروژه لازم داره. خیلی وقتا پیش میاد که رزین کمتر از حد لازم آماده می‌کنیم و مجبور میشیم دوباره اونو ترکیب کنیم و با تفاوت غلظتی که ایجاد میشه کارمون خراب میشه، یا برعکس مقدار زیادی اضافه میاد و هدر میره. توی ویدیو بهت نشون میدم که چطور برای هر سطح، قالب یا پروژه‌ای که تو دست داری به درستی میزان رزین و هاردنر مورد نیاز تو محاسبه کنی. این یه مهارت کلیدیه که در زمان و هزینه صرفه‌جویی میکنه. آماده ای؟ بریم سراغش. حداقل ضخامت برای ریختن روی بیس های چوبی یا بوم 1-2 میلیمتر و حداقل ضخامت برای ظروف اگه قراره بهش حالت بدی مثلا مثل یه کاسه 4 میلیمتر و اگه قراره به عنوان یه سطح صاف مثلا یه سینی ازش استفاده بشه برای اینکه مقاومت کافی داشته باشه بهتر 1 سانتی متر ضخامت داشته باشه. قراره دو تا روش برای محاسبه میزان رزین و هاردنر رو یاد بگیریم. روش اول محاسبه دستی. فرمول دستی محاسبه رزین به این شکله که مساحت سطح کار بر حسب متر مربع ضرب در ضخامت کار بر حسب میلیمتر ضرب در 1.15 که متوسط چگالی انواع رزین هاست و یک جواب بر حسب کیلوگرم داریم که برای تبدیل شدن به گرم باید ضرب در 1000 بشه. اگه نسبت ترکیب 2:1 باشه جوابو به 3 تقسیم کن. 2 قسمت رزین و 1 قسمت هاردنر. بیا با یه مثال واضح ترش کنم. مثلا فرض کن قراره یه ساعت به قطر 50 سانت بسازی و قراره 2 میلیمتر ضخامت رزینی باشه که روی سطح چوب میخوای بریزی. اول محاسبه مساحت. مساحت دایره میشه شعاع به توان 2 ضرب در 3.14 یا همون عدد پی. قطر 50 شعاعش میشه نصفش یعنی 25 سانت. و چون قراره مساحت بر حسب متر مربع باشه 25 تقسیم بر 100 هر متر 100 سانتی متر یعنی شعاع کار ما میشه 25 صدم متر. 25 صدم به توان 2 ضرب در 3.14 میشه 0.196. میره توی فرمول و ضرب در ضخامت 2 میلیمتر و چگالی 1.15 میشه و جواب میشه 45 صدم کیلوگرم. ضرب در 1000 میکنیم میشه 450 گرم. این میزان یعنی جمع کل رزین و هاردنر که نسبت 2:1 دارن. یعنی اگه این 450 گرم رو تقسیم بر 3 کنیم میشه 150 گرم هاردنر و ضرب در 2 میشه 300 گرم رزین. یعنی مجموعشون 450 گرم. این روش شاید ظاهر سخت و وقت گیری داشته باشه ولی برای سطوحی که اشکال هندسی اصلی مثل دایره و مربع یا مثلث کامل نیستن مثلا یه زوزنقه یا هرم فقط با محاسبه مساحت به راحتی با یه ضرب و تقسیم به جواب میرسیم. اما اگه سطح ما اشکال هندسی اصلی و ساده باشه یه روش فوق‌العاده راحت تر برات دارم. روش دوم محاسبه با اپ. با استفاده از اپ اپوکسی کلکیولیت در قسمت پایین اپ شکل‌های مستطیل، دایره و مثلث مشخص شده. توی هر قسمت با دادن اندازه‌های مورد نظر میزان رزین و هاردنر و مجموعش رو بهمون میگه. A رزین، B هاردنر و T مجموعش. در قسمت مستطیل باید به ترتیب عرض، طول و ضخامت مورد نظر رو بهش بدی تا برات محاسبه کنه. در قسمت دایره قطر دایره و ضخامت و در قسمت مثلث به ترتیب ارتفاع، قاعده و ضخامت و به راحتی خودش برات محاسبه میکنه. بر اساس شکلی که پروژه داره میتونی از یکی از این دو روش استفاده کنی تا خیالت راحت باشه که رزینت کم یا زیاد نمیاد. حالا که یاد گرفتی چطور مقدار دقیق رزین رو برای پروژه محاسبه کنی وقتشه که یه قدم جلوتر بریم. در ویدیو بعد میخوام بهت یاد بدم چطور با حذف حباب ها یه سطح شفاف و بی‌نقص مثل شیشه بسازی. اگه میخوای پروژهات حرفه‌ای‌تر از همیشه به نظر برسه این ویدیو رو از دست نده. تو ویدیو بعد میبینمت.